سخنان بعدیمون جناب آروین خوشنود هستند از پژوهشکده کوروش. درود بر شما و سپاسگزارم که دعوت حزب رستاخیز و جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتید. ایشون قرار است در رابطه با استفاده ابزاری از اسلامیسم برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی در مورد ایران بررسی مورد ایران رو داشته باشن. بفهمید، خواهش میکنم. بویان پیشخارج. درود برای شما و همه عزیزانی که این روز افتخار دارم که در کنارشون باشم، به ویژه درودی به دوستانی که از ایران در کنارشون هستم. اجازه بدید همین نخست یک یادی هم بکنم از زنده یاد دکتر کوروش آریامنش که به عنوان رضا مظلومان متولد شدن. دوستان همگی میدونید که دکتر کوروش آریامنش در سال 1996 در منزلشون در پاریس به دست آدمکشان جمهوری اسلامی کشته شدن. نمیشه واقعا در چنین برنامه‌ای که صحبت از ایران هستش از ایشون که اسطوره ایرانگرایی و خردگرایی هستن یادی نکرد. روحشون شاد. درباره صحبت من امروز هدف اینه که نشون بدم هیچ حکومتی جز یک حکومت ملی نمیتونه منافع ملی ما در ایران رو حفظ بکنه. هیچ حکومتی جز یک حکومت ملی نمیتونه تمامیت ارضی ما رو حفظ بکنه. چرا این موضوع مهمه که ما بررسی بکنیم که چگونه اسلامیسم ابزاریه در دست سرویس‌های اطلاعاتی کشور خارجه برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک. برای این مهمه که کشور ما امروز لبه پرتگاهی قرار گرفته که اسلامیستا از جمله ما رو به اینجا رسوندن و این اسلامیستا البته با پشتیبانی کشورهای غربی سر کارمون. پس ما باید بدونیم که چجوری این بلا سر ما اومده و در ایران آینده اگر بکوشیم و ایران آینده‌ای رو داشته باشیم بتونیم از این جور مسائل جلوگیری بکنیم. برای اینکه در 40 چند سال گذشته که جمهوری اسلامی سر کار بوده ما دیدیم که این اسلامیون ایران رو فدای اسلام کردن و ایران رو نابود کردن برای یک باوری که خودشون داشتن و مشروعیتشون هم مستقیماً از الله و خدا میونه، نه ملت ایران. حاضر نبودن و حاضر نیستن به ملت ایران پاسخگو باشن. میگن ما به الله پاسخگوییم. حالا الله کجاست؟ بایستی. پیش از اینکه به مورد ایران بپردازم اجازه بدید که یک سری نکات دیگه در جهان رو نگاه بکنیم و ببینیم در مناطق دیگه، جاهای دیگه چنین اتفاقاتی که افتاده چی بوده. برای اینکه فقط این مسئله نیست که سر ایران آمده و ما میدونیم که کشورهای زیادی به دلیل اسلامیسم و همکاریشون با سرویس‌های اطلاعاتی خارج کشورها رو نابود کرده. با عربستان سعودی نگاه بکنیم و بپردازیم خیلی کوتاه و مثالوار به اینکه چگونه سرویس اطلاعاتی انگلیس به ویژه اطلاعات ارتش انگلیس وهابی‌ها رو در عربستان سعودی در پیش از جنگ جهانی اول و به ویژه در زمان جنگ جهانی اول و البته بعدش مخصوصا آمریکایی‌ها تقویت کردن و تشویق کردن برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی خودشون. در زمان جنگ جهانی اول خب انگلیسی‌ها با عثمانی‌ها در جنگ بودن و برای اینکه عثمانی‌ها رو شکست بدن اومدن وهابی‌ها رو که با عثمانی‌ها در جدل بودن و اختلاف داشتن جنگی رو تقویت کردن و بین این دو گروه جنگ ایجاد کردن. که جالبه بدونید که وهابی‌ها در اون موقع باور داشتن که عثمانی که برای یک خلافت اسلامی به وجود آورده بود خیلی هم اسلامی نیست رو و میگذاره که در گوشه کنار این امپراتوری عثمانی حرکت‌های انجام بشه که خلاف اسلام بوده. یعنی وهابیسم خیلی تندروتر بوده و سرویس اطلاعاتی انگلیس از این مسئله سوء استفاده کرد و اونها با
آگاهی همکاری کردن. میدونیم که مثلا مامورین اتلاعاتی مثل توماس ادوارد لارنس که حتما بسیار دوستان لارنس آف آرابیا فیلمش رو دیدین که آنتونی کوین بازی میکنه، به کشورهای عربی خاورمیانه فرستاده شد، به عربستان سعودی فرستاده شد که بتونه از وهابیا پشتیبانی کنه. میدونیم که جان فیلبی همین گونه به عربستان رفت و خیلی حمایت کرد از وهابیزم و پادشاهی عربستان. نتیجهش برای دنیا چیزی نبود جز تروریسم. 11 سپتامبر 2001 رو ما دیدیم که تروریست هایی که به دو برج دوقلوی نیویورک حمله کردن همه شهروندان عربستان سعودی بودند. ما داعش رو دیدیم که پشتوانش یکیش عربستان سعودی بود. برای مردم خود عربستان، حالا به جدا از دفاع اقتصادی که تعداد زیادی از عرب‌ها دارند، یک جامعه بسیار بسته‌ای رو وهابیز به ارمغان آورد برای عرب‌های کشور خودش. فقط تا چند سال پیش بود که زنها اجازه گرفتن که بتونن در عربستان سعودی رانندگی بکنن. یعنی اوضاعشون به این حد بود و عربستان یکی از بسته ترین کشورهای دنیا محسوب شد. نگاهی هم بندازیم به آسیای مرکزی. 20 ژانویه 1978 در دولت جیمی کارتر در دل شورای امنیت ملی آمریکا کارگروهی درست شد به نام کارگروه ملیت‌ها یا Nationalities Working Group. رئیس این کارگروه یکی از مأمورین CIA بود به نام پاول هنز که مدت هم در ترکیه خدمت کرد. و پاول هنز یکی از دوستان نزدیک زبیگنیو برژینسکی بود، مشاور امنیت ملی جنوب کارتر. پاول هنز بسیار طرفدار مکتبی بود که بهش میگن مکتب بنینگسن. بنینگسن یا الکساندر بنینگسن یکی از اسلام شناسان به نام اون زمان بود، از جمله در دانشگاه شیکاگو فعالیت داشتن و تحقیق میکردن و سخت طرفدار این بود که سیاست خارجه آمریکا و کشورهای غربی دیگه باید این باشد که اسلام و اسلام گرایان رو در درون شوروی تقویت بکنن تا بتونن یک جنگ داخلی علیه شوروی به وجود بیارن. و در زمان کارتر اقدامات بسیاری شد. این مسئله حتی در زمان رونالد رگن هم ادامه پیدا کرد، طوری که رگن حتی با چندین از به اصطلاح مجاهدین افغان دیدار کرد پس از اینکه شوروی به افغانستان حمله کرد و افغانستان رو اشغال کرد. و نتیجه این کارها به وجود آمدن فردی بود به نام اسامه بن لادن که در اون زمان برای CIA یارگیری میکرد که از گوشه کنار دنیا به ویژه از عربستان سعودی و کشورهای آفریقایی بتونن اسلامگرایان رو شناسایی کنن، تمرین بدن و بفرستن به افغانستان تا علیه شوروی بجنگن. برای افغانستان نتیجه این کارها شد نابودی. طالبان سالها کشور افغانستان رو با خاک یکسان کرد، بعد که حالا ناتو اومد و بیشتر افغانستان رو خراب کرد، طالبان رو ولی درها کنار زد، دوباره عقب کشید و طالبان دوباره برگشت که دوباره به همین نابودی ها ادامه بده. برای اینکه بتونن نیروهای اسلامی آسیای مرکزی رو تقویت بکنن علی شوروی، در کشورهای مثل پاکستان و ازبکستان هم اقدامات بسیاری شد. و یک از کارهایی که سرویس اطلاعاتی آمریکا انجام داد این بود که نوشته‌های آخوند سنی به نام ابوالاعلی مودودی رو ترجمه بکنن، چاپ بکنن و پخش بکنن. که ابوالاعلی مودودی کسی بود که جامعه اسلامی رو برپا کرد و کاری کرد که رئیس جمهور وقت پاکستان ضیاءالحق بیاد کشور رو شدیداً اسلامی بکنه. و مودودی هم از نظر فکری و دلی با خمینی بسیار نزدیک بود، برای خمینی نامه می‌نوشت، تبریک گفت انقلاب اسلامی رو و ایجاد کشور اسلامی ایران رو، و
و حتی درخواست این کرد که روزی جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بتونن دول اسلامی به وجود بیارن. این مسائل در قفقاز هم انجام شد و ما میدونیم مثلا در چچن و داگستان از زمان شیخ منصور سده 18 و شمیر سده 19 اسلامگرایی بسیار شدید بوده و با کارهایی که سرویس اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی دیگه کردن این بیشتر شد، طوری که تا چند سال پیش داعش اعلام کرده بود که در قفقاز شمالی یعنی در درون مرزهای روسیه اعلام موجودیت کرد و گفت ما اینجا فعالیت داریم. در خیلی از کشورها و منطقه‌های مختلف جهان این مسئله پیش اومد. خود جمهوری اسلامی رو هم اگه ما بهش امروز نگاه کنیم میبینیم که چجوری اسلامگرایان رو در کشورهای دیگه در فلسطین، در یمن، در عراق حمایت میکنه و این حمایت جمهوری اسلامی اتفاقا مشکلات بسیاری برای امنیت ملی اون کشورها به وجود آورده. اگه ما همین عراق رو نگاه بکنیم میبینیم امروز بسیاری از شیعیان عراق با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن به این دلیل که دیدن که جمهوری اسلامی منافع ملی کشورشون رو در خطر انداخت. اما چرا کشورهای بیگانه به ویژه غربی از اسلامگرایان حمایت میکنن؟ خیلی ساده است، برای اینکه اسلامگرایان یک دید سلفی دارن، یعنی میخوان برگردن به دوران پیغمبرشون محمد و اون فرهنگ و ارزشهایی که اون موقع وجود داشته، چیزایی که امروز ما ارزشهایی میدونیم که ضد دموکراسی هستش، ضد انسانیت هستش، ضد حقوق بشر هستش. و این سلفی ها، این اسلامگرایان بنیادی، این اسلامیست ها ضد علمن، ضد دانشن، ضد تحصیل و سوادن و ضد پیشرفتن و برای همین کارهایی که میکنن همیشه به سود کشورهای بیگانه. اما نگاه کنیم به ایران و سعی میکنم خیلی مسئله رو سریع بگم چون میدونم دوستان با این موضوعات خوب آشنایی دارن. مدارک بسیاری ما امروز داریم که سال 57 انقلابی که اتفاق افتاد، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد ساخته غرب بود، به ویژه دولت جیمی کارتر در امریکا. به طور مثال اگر نگاه کنیم به کتاب The Evil Empire که آقای الکساندر دمارانش و خانم کریسی اوفرند نوشتن که سال 1988 هم چاپ شده، میبینیم که آقای الکساندر دمارانش که رئیس سرویس خارجه اطلاعات فرانسه بود میگن که من به اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی لیستی رو دادم که جیمی کارتر اینها رو آماده کرده و دستور داده که شما را از ایران بیرون بکنن. مدرک دیگه که داریم کتابی است از ولادیمیر کوزیچکین که آقای فراستی حتی خوب با ایشون آشنا هستن. ایشون مأمور KGB در ایران بود و در کتابش Inside the KGB که سال 1990 چاپ شد می نویسه که تحلیلگرای KGB بر این باور بودند که آمریکایی‌ها از خمینی پشتیبانی می کنند. جنرال وسلی کلارک یک از سران ناتو هم سال 2013 مصاحبه‌ای داشت با آقای پیرس مورگان CNN که اونجا میگه که جیمی کارتر هایزر رو فرستاده بوده به ایران، جنرال هایزر رو، که جلوی ارتش شاهنشاهی رو بگیره که کودتای علیه خمینی انجام نگیره که دوباره شاهنشاه به ایران برگردن. در یک مقاله‌ای که همراه با برادرم اردوان خوشنود نوشتیم بعد در میدل ایست کارکلی سال 2018 چاپ شد به این اسناد و اسناد دیگه میپردازیم که دوستان میتونن بیشتر در این مقاله بخونن. اما چرا در ایران انقلاب کنه؟ خب طبیعتاً برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی غرب بود. یکیش کنترل نفت بود که با اومدن جمهوری اسلامی ما دیدیم که تمام قدرت اوپک به دست عربستان سعودی افتاد و همیشه عربستان سعودی به دستور بیگانه هر وقت نیاز بود قیمت رو ارزون کرد، گرون کرد، تولید رو کم کرد، زیاد کرد. ما دیدیم که جمهوری اسلامی وقتی که سر کار اومد اون تئوری که به اصطلاح کمربند سبزی رو که میخواستن علیه شوروی ایجاد بکنن ایجاد شد، که جالبه که بدونید که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا پیش از جیمی کارتر در کتابش که اینجا من به سعودی دارم یک جنگ حقیقی مینویسه که اگر شاهنشاه ریام بر سر قدرت می بود شاید روسیه هرگز، شاید شوروی هرگز جرأت نمی کرد
که به افغانستان حمله بکنه. خب میدونید که افغانستان هم یک باتلاقی شد، مثل ویتنام که برای آمریکا بود باتلاقی شد برای شوروی. پس ما میبینیم که دلایل زیادی بود، ولی یکی از مهمترین دلایل این بود که در زمان شاهنشاه داشتیم پیشرفت میکردیم و تبدیل میشدیم به یکی از قدرت‌های اصلی نظامی سیاسی اقتصادی جهان. یک ژاپن دیگری که 100 برابر ژاپن میتونست قوی تر باشه. و خب آمریکایی‌ها و کشورهای غربی دیگه چه کسی رو میتونستن جز خمینی پیدا بکنن؟ که دوستانم بهش اشاره کردم بیشتر، با یک تفکر آدم خوشی بیاد، با یک تفکر وحشیگری بیاد که بیاد کشور ما رو نابود بکنه. میدونم خیلی حرف زدم و نتیجه گیری میکنم که هر باوری که خلاف منافع ملی کشور ما باشه، چه حالا کمونیسم باشه چه اسلامیسم باشه، نمیتونه منافع ملی ما، رفاه مردم ما، تمامیت ارضی ملی ما رو حفظ بکنه. پس باید بکوشیم که یک حکومت ملی در ایران به وجود بیاد که این اتفاقاتی که امروز داریم تجربه میکنیم رو دیگه تجربه نکنیم. و به یاد داشته باشیم وقتی که خمینی با هواپیمای ایر فرانس به ایران اومد و ازش پرسیدن که چه احساسی داری، گفت هیچ. خیلی ها بهش خندیدن و گفتن که منظورش این نبود، منظورش اون نبود، ولی دقیقا منظور خمینی این بود که هیچ احساسی نداره، چون بارها و بارها اعلام کرده خمینی یا کلن اسلامگرایی باور به ملیت و ملت و ملی نداره و هدفش ایجاد امت اسلامی هستش. سپاسگزارم.